دوستان عزیز فارسی مدیا سلام، ممنونم که باز هم همراه ما هستید. لطفا ما رو سابسکرایب کنید و برای اطلاع از ویدیوهای بعدی ما هم زنگوله کنار سابسکرایب رو بزنید. در این ویدیو قصد داریم در رابطه با زخم معده صحبت کنیم، با ما همراه باشید. مواد غذایی ممنوعه برای زخم معده. برخی مواد غذایی باعث افزایش حالت اسیدی و سوزش معده میشوند. در نتیجه مصرف آنها برای افرادی که دچار زخم معده هستند توصیه نمیشود، چون این مواد غذایی علاوه بر ایجاد این حالتهای مذکور روند درمان را نیز مختل میکنند. در این ویدیو چند ماده غذایی را ذکر میکنیم که مصرف آنها مناسب حال شما نخواهند بود. لطفا با فارسی مدیا همراه باشید. مورد اول، قهوه. قهوه به مخاط معده آسیب میرساند. اگر از زخم معده رنج میبرید، از مصرف برخی نوشیدنی ها مانند قهوه و چای بپرهیزید. قهوه مانند چای اگر به میزان زیادی مصرف شود، باعث افزایش اسید معده شده و معده درد را بیشتر میکند. بریم سراغ مورد بعدی، از مصرف آب پرتقال بپرهیزید. پرتقال یک میوه مفید و پرخاصیت است، اما اگر زخم معده دارید بهتر است دور این میوه خوشمزه را خط قرمز بکشید، چون باعث ترش کردن معده در افراد حساس می شود. اما جالب است که بدانید با مصرف لیمو ترش یا گریپ فروت این اتفاق نمی افتد. البته دلیل آن هنوز به درستی روشن نشده است، اما واقعیت این است که پرتقال باعث ترش کردن می شود. در نتیجه توصیه می شود از مصرف پرتقال به همچنین آب آن خودداری کنید. اما مصرف متعادل مرکبات دیگر مانند نارنگی، لیمو ترش و گریپ فروت ایرادی ندارد. توصیه می شود این مرکبات را به همراه غذا و همچنین صبح با شکم خالی مصرف نکنید. بریم سراغ مورد بعدی، گوجه فرنگی. گوجه فرنگی به طور طبیعی یک میوه اسیدی محسوب شده و ترکیبات آن، پوست و دانه های آن باعث تحریک مخاط معده می شود. اگر از زخم معده رنج می برید، برای مصرف گوجه فرنگی لازم است که آن را پخته و پوست بگیرید تا مشکلی بروز نکند. علاوه بر گوجه فرنگی باید از مصرف پیاز، فلفل دلمه ای، زیتون و قارچ ها نیز بپرهیزید. این مواد غذایی نیز باعث ترش کردن و سوزش معده در افراد حساس تر می شوند. میوه های دیگر مانند انجیر و میوه های ریزی مانند توت فرنگی و تمشک باعث تحریک معده می شوند. البته سبزیجات اشاره شده در صورت پخته شدن واکنش کمتری ایجاد می کنند. بدانید که برای تسریع درمان معده بهتر است که روزانه 5 تا 6 وعده غذایی کم حجم و میان وعده داشته باشید تا از پر شدن و سنگینی معده جلوگیری کنید. با این حال لازم است که از ریزخواری بپرهیزید، چون می تواند برعکس عمل کرده و باعث تحریک بیشتر معده شود. بریم سراغ مورد بعدی، پنیرهای خیلی چربی یا خیلی تخمیر شده. به طور کلی مواد غذایی چرب مانند گوشت‌های پرچرب، کره، سس‌های چرب، گوشت‌های فراوری شده مانند سوسیس و کالباس و همچنین ماهی‌های دودی و مواد غذایی سرخ کرده و پنیرهای خیلی چرب جزء مواد غذایی پرهیزی برای شما هستند، به خاطر اینکه این مواد غذایی دیر هضم بوده و معده را به زحمت می‌اندازند. به خاطر اینکه این مواد غذایی به مدت بیشتری داخل معده می‌ماند و باعث ترشح اسید بیشتر می‌شود. اگر دچار زخم معده هستید، بهتر است حداقل تا بهبودی و برطرف شدن زخم از مصرف این مواد غذایی خودداری کرده و از جایگزین‌های کم چرب مانند گوشت‌های کم چرب، پنیر سفید کم چرب و مواد غذایی غیر دودی استفاده کنید. مورد بعدی، عسل حاوی اسیدیته پنهان. بدون شک ما به صورت مستقیم متوجه نمی‌شویم، اما عسل یک ماده غذایی اسیدی است، اما به خاطر طعم شیرین عسل اسیدیته آن پنهان می‌ماند. با این حال باید بدانید اگر معده خیلی حساسی دارید، با شیرین کردن دمنوش شبانه ایتان با این ماده خطر اسیدی شدن معده در شب بیشتر می شود، چون خواب هستید و وضعیت خوابیده نیز مزید بر علت می شود. بدانید که سوزش و ترش کردن معده الزاماً به وجود اسید طبیعی یک ماده غذایی مربوط نمی شود. این حالت بیشتر ناشی از وجود عامل فعال موجود در مواد غذایی یا ترکیبات فیبری یا تحریک کننده است که به مخاط معده آسیب می زند. مورد بعدی، حواستان به ادویه های تند باشد. مواد غذایی تند شهرت زیادی در ایجاد سوزش معده دارند. توجه داشته باشید که ادویه های تند مانند فلفل، کاری و زنجبیل و غیره حاوی مولکول های تحریک کننده هستند که میزان آن باعث بروز التهاب در معده و روده ها می شود. علاوه بر این ادویه ها بهتر است در مصرف نمک نیز هوشیارتر باشید، چون میزان زیاد آن باعث افزایش حالت اسیدی معده می شود. گفتنی است که ادویه های دیگری مانند وانیل یا دارچین چنین تأثیری ندارند. ممنونم که با فارسی مدیا همراه ما بودید. لطفا مواردی که ذکر شد رو رعایت کنید. ممنونم. شب و روزتون خوش.